رحمانی خبر منتشر شد مبنی بر اینکه آقای مصباح یزدی یکی از تروریست‌های حکومت اسلامی در طول چند دهه گذشته در ایران درگذشتند. خب حرف و حدیث‌های بسیار زیادی راجع به آقای مصباح یزدی نقش ایشون در به هر حال آن چیزی که امروز ما از نظام جمهوری اسلامی می‌بینیم و مسائلی که خب در طول سال‌های گذشته وجود داشته مطرح شده در این یکی دو روز. واسه نظر شما رو بپرسم در رابطه با شخصیت آقای مصباح یزدی و نقشی که ایشون در واقع تشکیل دادن نظامی که ما بعد از 40 سال ببینیم این شکل شمایل رو به خودش گرفته. ببینید آقای مصباح یزدی میشه شد در دو جمله خلاصش کرد. کسی که قدرت خوب میشناخت و جایگاه خودش هم خوب تعیین کرد. قدرت خوب میشناخت و کسی که قبل از انقلاب سابقه در مخالفت و سیاسیگری مخالفت با حکومت نداشت و کم هزینه زندگی میکرد و حتی سال 57 وقتی که آقای خمینی به خاطر کشتارها و مسائل انقلاب تولد امام زمان اعلام جشن نکرد چون حتی انتقاد داشت و مخالفین روند انقلاب بود، ولی کارش به جای رسید که به تئوریسین به یه سازمان دادن حکومت اسلامی رسید، یعنی به قول معروف جمهوریت کامل نقد میکرد و از یک طرف دیگه همون میراث شیخ فضل الله نوری با همون توان استدلال حتی بیشتر توضیح میداد. ولی یه نکته ای که مردی که قدرت خوب میشناخت و در پروسه بی توانایی در حوزه ها رسید که بتواند سیستم آموزشی بر بسیج اثر بذاره، به خصوص بر سپاه، بخشی از سپاه اثر بذاره و جریان سیاسی پدر فکریش بشه به نام جبهه پایداری که خب جریان خیلی تندرو در نظام است و به اصطلاح سمت چپ آقای خامنه‌ای هم میشه میسته. مقبولیتش با دو چیز بود. چرا جوادی آملی نتوانست؟ اول سعی کردن و خصوص بعد آقای اولی خب این نقش مال آقای منتظری بود. آقای منتظری نحوه استدلالش و بعد تغییرات موضعش این جایگاه تو حوزه ازش گرفت. پیش وقت آقای خمینی چنین جایگاهی اصلا نداشت و اون توان پردازش نداشت به خاطر سن و حتی شیوه درسیش، یه دیدگاه عرفانی اخلاقی فلسفه حوزوی داشت دیگه. منتظری به گرایش استدلالی گرایش داشت. در گرایش استدلالی منتظری آرام آرام به جای رسید که از نظر آقای خمینی و نظام نباید میرسید، یعنی به جای رسید یک کسی هم اومد که من تغییر دین دادم از راه عقیده دیگه اتهام دنیایی ندارد. خب یعنی نمیشد بهش میگه مرتد و حکم براش اجرا کنه. خب این عکس خواسته جمهوری اسلامی و حکومت اسلامی بود. ولی آقای جوادی آملی نوعش، نوع دیدگاهش، نوع بحثای اخلاقی بود، نه به مفهوم اخلاق مثبت، کلا بحثای اخلاقی و عرفانی همراه با یک کلام دینی. مصباح یه چیز دیگه ای داشت که مهم بود، یک زبان فلسفی استدلالی همراه با سفسطه، یعنی همیشه اینطور نیست که شما فلسفه فکر کنی فلسفه راه راهی باشه. با این زبان فلسفی در خدمت کلام گرفت و از دیده حکومت دینی و محدود کردن آزادی و ضد آزادی بودن به صلاح استفاده کرد و تیغ حملش هم در تصویری در اون نظام نسبت به روشنفکران دینی و مسلمان گرفت، یعنی نقد شریعتی، نقد بازرگان، بعد نقد سروش، بعد اومد همینا رو نقد کرد. یه کسایی که در درون نظام جمهوری اسلامی داره پایگاه هایی بودن و آرام آرام سیستم با پرورش با مؤسسه به اصطلاح امام خمینی یک سیستمی درست کرد و شاگرد پروری کرد، شاگرد پروری منظم و این شاگرد ها شدن مسئولان آموزش در بسیج و این شاگرد ها بعدن اومدن چه یه جریان سیاسی هم درست کردن که فضای سیاسی ایران خیلی تاثیرگذار بودن و در دوره احمدی نژاد قدرت گرفتن و الان هم قدرت دارن.